من یه دناپلاس دارم، میخوام توربو آپگرید کنم، من میخوام توربوش عوض کنم، میخوام یه T8 دارم بهتر راه بره، چی کار کنم؟ تمام این سوالات توی ماشینای توربو شارژ توی این قسمت قرار گرفته، یعنی خود توربو شارژ. امروز میخوایم بیشتر در مورد آپگرید توربو توضیح بدیم خدمتتون. آپگرید کردن توربو چه داستانایی داره، چه اتفاقایی براتون به وجود میاره، آیا خوب انجام بدیم، آیا بد انجام بدیم، اصلا توربو آپگرید چیه، اصلا توربو چیه، همه رو میخوایم توضیح بدیم. همون جوری که قبلا گفتیم توربو از دو بخش تشکیل میشه، قسمت گرم و قسمت سرد، قسمت هوزینگ دود، قسمت کمپرسور هوا یا قسمت هوا یا قسمت ورود هوا، و یه قسمتی هم داره این وسط که اگه بخوایم خورد کنیم و این اجزا رو بذاریم کنار وارد قسمت اصلیش میشیم، یا مثل هسته اتم دورش که بشکافتیم میریم داخلش که ببینیم زیر ذرات اتمی چی میتونه باشه، که میشه کارتریج و یاتاقان و چیزایی که هست. اما ما بیشتر قسمت درشت قضیه رو کار داریم. چیزی که داریم اینجا میبینیم توی قسمت هوا و توی قسمت دود پره هایی داره که از قسمت دود زمانی که این توربو وصل باشه به اگزوز خودروی شما، به منیفول دود خروجیتون، شروع به چرخش از این قسمت میکنه و قسمت هوای این بر هم میچرخونه. اما چیزی که ما داریم میبینیم اینه، اگر این توربو با این سایز برای ماشین من انتخاب شده، چه دلیلی داره بیایم سایز توربو شارژ رو بزرگتر کنیم، این هوزینگا رو تغییر بدیم، یا کل توربو رو میشه تغییر داد یا فقط پروانهش رو میشه تغییر داد؟ به خاطر همین یه سوالها رو خواستیم بیشتر جواب بدیم و روی این قضیه ریستر بشیم. روی توربوهایی که روی ماشین‌های فابریک کارخونه هست، اول باید بدونیم هدر روش به چه شکله، یا هدر روش به شکل وکیومیه، یا هدر روش به صورت اکچوئیتور برقی که تو موتور EFP جدید هم به همین شکله. تقریبا تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم اکثر خودروهای داخلی وارداتی، حالا چینی‌های سری جدید نه، اما چینی‌های قدیمی‌تر توربو شارژ هم به صورت وکیومی بود. اینو چرا داریم میگیم؟ چون کل توربو رو تغییر دادن خیلی از مقادیر رو در یک ماشین به هم خواهد زد، مخصوصا وقتی اینجا تحت کنترل این باشه. همونجوری که گفتیم یکی از راه‌ها بزرگ کردن پروانه هواست. بعد از اینکه دیدیم پروانه رو میشه جنسش رو تغییر داد، میشه سبک و سنگینش کرد، میشه شکل پروانه رو تغییر داد، این قسمت هایی که میبینیم هاشور خورده توی این توربو شارژ دوچار توربو آپگرید شده. اما ما اگه بیایم توربو آپگرید و مثلا روی ماشین مثل T8 انجام بدیم به چه نتایجی میرسیم؟ روی ماشین مثل T8 توربوی انتخاب شده که فلوی مناسب که قبلا توی اینجا گفتیم خدمتتون تولید میکنه. پس ما اگه بیایم توربوی بزرگتری برای این انتخاب کنیم و باعث بشیم این پروانه دیرتر به گردش در بیاد، میبینیم که باعث میشه ماشین توی دورهای ابتدایی لگ بیفته و توانایی کافی رو نداشته باشه. پس توربویی که براش انتخاب شده سایزش عموما درسته، مگر اینکه تغییرات در اینترنال داخلی این موتور داشته باشیم که توی دود خروجی تغییرات بیشتری داشته باشه. اما ما میخوایم در مورد توربو آپگرید این صحبت کنیم. اگر توربوی این ماشین که منشأ چینی داره خراب بشه و بخوایم که اونو تقویتش کنیم، چند تا راه داریم. اول اینکه بیایم پروانه هوا رو توش تغییر بدیم که قبلا خدمتتون گفتیم، یا پروانه دود رو عوض کنیم، یا اینکه بیایم پروانه دود و هوا رو نسبت به این ماشین درست تغییر بدیم. این میشه اصولی ترین راه. ضمن اینکه باید بالانس بودن، که اینا جزء بیسیک قضیه است، بالانس بودن و حالا درست جمع شدن این کار هم مد نظر بگیریم. پروانه‌ای هم که استفاده می‌کنیم پروانه درستی باشه. و یه نکته هم باز کنیم، یکی از دلایل داغ شدن توربو شارژ این ماشین، یکی از دلایلی که بعد از حتی برداشتن کاتالیزور اون گرما تا انتهای ماشین ادامه پیدا میکنه، پروانه دود توربوی T8 که EGT توی این قسمت بسیار بالا میره و این بالا رفتن دما توی این قسمت باعث میشه انتقال دما به جاهای دیگرش هم داشته باشیم. پس این میتونه گزینه مناسبی باشه و دوستایی که علاقمندانی که میخوان عددهای بالاتر روی T8 بگیرن، البته تو استیج 3 شما تا 210 هست من میتونید بگیرید، ولی عددهای بالاتری بخواید بگیرید به توربو آپگرید اصولی هم میتونم فکر کنم. توی خودروهای داخلی هم قبلا در مورد توربو آپگرید توضیح دادیم، حتی یه داینامو نشون دادیم که توربو آپگرید توان و اسباب بخار رو دورهای بالاتر میبره. تجربه توربو آپگرید برای دوستانی که مثلا سورن توربو، دنا توربو، درنده دستی رو توربو آپگرید کردن، در حالتی که فقط پروانه هوا دست بخوره میبینیم که ماشین توی دورهای ابتدایی تنبل و توی دنده 3 به بعد ماشین جون میگیره و حرکت میکنه، که این به خاطر تنبل شدن توربو شارژ یه مقدار بعد فلوی توربو شارژ توی دورهای بالاتر بهتر میشه و این قضیه رو کاملا جبران میکنه.
توی ماشین هایی که مثل دناپلاس توربو اتوماتیک اگر بخواد آپگرید عجیبی روی این توربو انجام بشه به گیرباکسش هم فشار خواهد آورد و باعث میشه اون گیرباکس در اثر گشتاور زیاد عمرش کمتر بشه و این توربو آپگرید باید با توجه به این اصول انجام بشه. نمیتونیم بالانس رو به هم بزنیم یه عدد بیشتری بگیریم. و در نهایت هم این که باید توجه کنیم اگر هم بخواد تغییر کلی توربو شارژی انجام بشه باید توجه کنیم که این تغییر کلی متناسب با اون ماشین، متناسب با فلوی تولیدی مورد نیاز اون ماشین، اون موتور، اون ستاپ براش انجام بشه. نمیتونید هر توربوی رو بخورونید به یه ماشین دیگه. مثلا خودروی شاهین اگه بیاییم بوست رو انقدری بالا ببریم که ماشین بخواد عدد بالاتری بگیره یا توربوشو بخوایم تعویض کنیم، از اون توربوی نقلی کوچولوش بخوایم عوض کنیم، یه دفعه ممکنه سرسیلن رو از دست بدیم و مجبور بشیم شاهین اتوماتیک رو با موتور M16 دریافت.